بر اساس اعلام بازوی پژوهشی مجلس شورای اسلامی ایران، نرخ فقر در سال 1402 نسبت به یک سال قبلتر یعنی 1401 تنها 0.4% افزایش یافته است. اگرچه این رقم نمیتواند واقعی باشد، اما نشان میدهد بر بنیاد شاخصهای برآورد شده در نهادهای حکومتی، دست کم 1/3 جمعیت ساکن در ایران گرفتار فقر شدند. برآوردهای مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد این نرخ در سال 1403 نیز همچنان در سطح فعلی باقی بماند. نرخ فقر در ایران از سال 1397 افزایش چشمگیری داشته و از سال 1398 به 31% رسید. نگاهی به تحولات نرخ فقر در 5 سال گذشته نشان می‌دهد که این نرخ تنها در سال 1401 آن هم با اختلاف 0.3 درصدی کمتر از 30% بوده است. کارشناسان میگویند به دلیل ثبات نسبی نرخ فقر در ایران طی چند سال میتوان گفت نرخ 30% فقر در کشور تثبیت شده است. بر اساس تازه‌ترین بررسی‌های انتشار یافته مرکز پژوهش‌های مجلس، شکاف فقر، شرایط درآمدی فقرا نسبت به نرخ فقر نیز در ایران به عدد 0.28% رسیده است. این شاخص که به اندازه‌گیری فاصله درآمدی فقرا تا خط فقر به دست می‌آید، توضیح می‌دهد که شاخص خروج از بازه فقر برای فقرا افزایش یا کاهش یافته است. در واقع هر چقدر شکاف نرخ فقر افزایش یابد، فقرا شانس کمتری برای رهایی از فقر خواهند داشت. این آمار نشان می‌دهد با وجود آنکه رشد اقتصادی یکی از اصلی ترین پادزهرهای رشد فقر در یک اقتصاد است، نرخ فقر در ایران در حالی افزایش یافته که اقتصاد کشور در سال 1402 رشد 4.5% را تجربه کرده است. نگاهی به شاخصهای فقر نشان می‌دهد شکاف فقر از 0.28% در سال 1401 به رقم 0.27% در سال 1402 رسیده است. به عبارت دیگر در سال 1401 فقرا به طور متوسط حدود 72% خط فقر درآمد داشتند، اما در سال 1402 این رقم به 73% رسیده است. در واقع با معیار خط فقر سال 1402 فقرا درآمد بیشتری نسبت به سال 1401 داشتند، اما این افزایش درآمد جزئی بوده و برای خروج از فقر و کاهش نرخ فقر کافی نبوده است. کارشناسان معتقدند مهمترین ریشه های گسترش فقر در ایران نابسامانی اقتصاد کلان و تورم های بالا و مزمن است. آمارها حاکی است در یک دهه گذشته به دلیل تداوم وجود تورم های بالا، قدرت اقتصادی مردم هر سال به میزان چشمگیری کاهش یافته و موجب شده جمعیت فقرا افزایش یابد. دلیل اصلی افزایش نرخ فقر در ایران علارغم رشد اقتصادی، سهم بالای نفت از رشد اقتصادی و به عبارت دیگر فراگیر نبودن رشد اقتصادی در ایران است. به زبان دیگر رشد اقتصادی در سال 1402 در ایران فراگیر نبوده و دهک‌های پایین درآمدی از این رشد بهره‌مند نشدند. بر اساس آمارهای بانک مرکزی رشد اقتصادی ایران در سال 1402 با احتساب نفت معادل 4.5% و بدون احتساب نفت 3.6% بوده است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس درباره افزایش نرخ فقر در ایران، سیاست‌های حمایتی دولت در سال‌های گذشته موفق نبوده و هزینه عمل به تعهدات یارانه‌ای تنها به بار بزرگی بر روی دوش بودجه تبدیل شده است. این مرکز با بررسی آخرین تحولات اقتصاد ایران تأکید کرده که سیاستگزار باید از بیعملی و به تأخیر انداختن دوری کند و سیاست‌های اصلاحات تدریجی را برای حل بخشی از ناترازی‌های موجود در پیش گیرد.
مرکز پژوهش‌های مجلس تأکید کرده که برای ناترازی انرژی، ناترازی بانکی، کسری بودجه و سیاست‌های تثبیت قیمتی باید راه حل‌های متناسب اتخاذ کرد. بانک جهانی در سال 2018 اعلام کرده بود که حدود 420 هزار نفر از مردم ایران زیر خط فقر مطلق قرار دارند. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 97 بین 23 تا 40 درصد از کل جمعیت ایران زیر خط فقر به سر می‌برند. حسین سلامی، فرمانده کل سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، خطاب به اسرائیلی ها گفت به لوله های تاد اعتماد نکنند، زیرا اینها محدود هستند و اسرائیل به قدرت محدودی اعتماد کرده است. حسین سلامی پنجشنبه سوم آبان در یک مراسم عمومی خطاب به مقامات اسرائیل افسود: هرچه بخواهید شلیک کنید، دشمنان شما چند برابر شما شلیک می کنند و شما نمی توانید در این داستان پیروز شوید و ما شما را شکست خواهیم داد. سلامی همچنین اسرائیل را سرزمینی کوچک که عمده اقتصادش به دریا متکی است خواند و گفت تصمیمات ناعاقلانه می تواند سقوط یک رژیم را با شتابی عجیب همراه کند. فرمانده کل سپاه پاسداران در ادامه افسود: آمریکایی‌ها هم اشتباه می کنند که حیثیت سیاسی خود را به جنایت اینها گره زدند. فرمانده کل سپاه پاسداران در حالی به محدودیت سامانه تاد اشاره می کند که هیچ نکته و اشاره‌ای درباره محدودیت موشک‌های جمهوری اسلامی نکرد. در روزهای گذشته رسانه‌های اسرائیل گزارش دادند سامانه دفاع ضد موشکی تاد در اسرائیل برای محافظت از این کشور در برابر حمله احتمالی جمهوری اسلامی به مرحله عملیاتی رسیده است. سامانه پیشرفته تاد می‌تواند موشک‌های بالستیک با برد کوتاه، متوسط و بلند را هم در داخل و هم خارج از جو منهدم کند. لوله نامیدن سامانه پیشرفته دفاع هوایی آمریکایی تاد از سوی فرمانده کل سپاه پاسداران پس از آن است که وزیر دفاع آمریکا این هفته استقرار این سامانه را در اسرائیل به عنوان نشانی دیگر از حمایت واشنگتن از این متحد خود تایید کرد. شبکه اسرائیلی کان گزارش داده که سامانه استقرار یافته اکنون عملیاتی شده و آماده کمک به دفاع از اسرائیل در برابر خطرات احتمالی آتی مانند حملات موشکی بیشتر از سوی جمهوری اسلامی ایران است. همزمان وزیر خارجه جمهوری اسلامی نیز در مورد احتمالات پیش رو در بحران میان اسرائیل و ایران گفت در صورت حمله به ایران پاسخ ما به شکل متناسب و حساب شده خواهد بود. عباس عراقچی که همراه با مسعود پزشکیان برای شرکت در نشست سران گروه بریکس به میزبانی روسیه به شهر قازان در این کشور سفر کرده، این را در پاسخ به خبرگزاری روسیه راشا تودی گفت. پزشکیان روز چهارشنبه در قازان گفت اسرائیل در صورت حمله به ایران با پاسخی غیرقابل تصور روبرو خواهد شد. وزیر دفاع اسرائیل روز چهارشنبه در جمع خلبانان و خدمه هوایی پایگاه هوایی هاتسریم گفت پس از حمله ما به ایران همه متوجه خواهند شد که شما در مراحل آماده سازی، تمرین و آموزش چه کرده اید. بر اساس بخش‌هایی از ویدئوی این اظهارات که در صفحه کاربری وزیر دفاع اسرائیل در شبکه اجتماعی ایکس منتشر شد، آقای گالانت افزود هر کسی که یک سال پیش رویای شکست ما و ضربه زدن به ما را در سر داشت، بهای سنگین آن را پرداخته است و دیگر از آن رویاها ندارد. مقام‌های اسرائیلی طی 3 هفته گذشته بارها تأکید کردند در واکنش به حمله موشکی اول اکتبر جمهوری اسلامی به خاک خود، حمله‌ای تلافی جویانه را انجام خواهند داد. در همین مدت دولت آمریکا تلاش کرده تا اسرائیل را از حمله احتمالی به تأسیسات هسته‌ای و نفتی ایران منصرف کند.
دانیل هاگاری سخنگوی ارتش اسرائیل شامگاه چهارشنبه دوم آبان در مصاحبه ویژه با شبکه العربیه گفت حزب الله در حال باختن جنگ است و بسیاری از تروریست‌ها تسلیم شدند. هاگاری افزود تاکنون بیش از 1500 نیروی حزب الله که اکثراً از کادر فرماندهی و مهره‌های ارشد این گروه بودند کشته شدند. سخنگوی ارتش اسرائیل درباره حضور نیروهای سپاه پاسداران در بیروت نیز گفته است که شمار زیادی از افسران سپاه از طریق سفارت ایران در بیروت وارد لبنان شدند تا به حزب الله در شلیک موشک و پهپادهای انفجاری به اسرائیل کمک کنند. به گفته هاگاری، اسرائیل نیروهای سپاه در سفارت ایران در بیروت را رصد و تعقیب می کند. دانیل هاگاری افزود که اسرائیل این افسران سپاه را که در سفارت جمهوری اسلامی ایران در بیروت هستند و به حزب الله در حملات راکتی و پهپادی به اسرائیل نقش دارند رصد و تعقیب می کند. هاگاری همچنین تاکید کرده است که اسرائیل اجازه نخواهد داد حزب الله پس از ضربات مرگبار و سنگینی که در یک ماه گذشته دریافت کرده احیا شود. او تاکید کرد که تعقیب و هدف قرار دادن مهره های حزب الله در لبنان بر اساس گزارش های اطلاعاتی معتبر است. پس از کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان، گزارش های مبنی بر حضور نیروهای سپاه در لبنان برای کنترل و احیای حزب الله منتشر شده بود. جمهوری اسلامی همچنین این هفته کشته شدن دو شهروند خود در عملیات روزهای گذشته اسرائیل در لبنان را تایید کرد، معصومه کرباسی و علی حیدری. شبکه خبر جمهوری اسلامی ایران معصومه کرباسی و همسر لبنانیش رضا عباس عوازه را به عنوان مهندسان رایانه دست راست حزب الله در حک ماهواره‌ای و عضو گروه حزب الله توصیف کرد. دانیل هاگاری گفته بود رضا عباس عوازه یکی از نیروهای مهم حزب الله بود که در عملیات اسرائیلی در آغاز این هفته کشته شد. علی خامنه ای روز چهارشنبه در تهران با خانواده های عوازه و کرباسی دیدار و از آنها تجلیل کرد. رسانه های ایران همچنین روز چهارشنبه از کشته شدن علی حیدری به عنوان پزشک داوطلب اعزامی به بیروت خبر دادند که در حمله پهپادهای اسرائیلی به خودروی در حال حرکت او هدف گرفته شد. ارتش اسرائیل میگوید عملیات هدفمند در لبنان را معمولاً برای هدف قرار دادن عواملی که آنها را به عنوان مهره‌های مؤثر در گروه حزب الله شناسایی کرده انجام می‌دهد. وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی کشته شدن حیدری را جنایت جنگی و نقض کنوانسیون سال 1949 میلادی که حمله به بیمارستان‌ها و کادر درمانی را منع کرده خواند و آن را به شدت محکوم کرد. طبق گزارش رسانه‌های داخلی در ایران، این پزشک بر اثر حمله پهپادی اسرائیل به خودرویش کشته شده است. در برخی رسانه‌های ایرانی گفته شده که این فرد سابقه حضور در جنگ ایران و عراق را نیز داشته است. مسعود پزشکیان رئیس جمهوری اسلامی ایران در دیدار با همتای روس خود در حاشیه اجلاس بریکس گفت تحریم آمریکا علیه دو کشور و تمامیت خواهی او را باید برهم بزنیم. مسعود پزشکیان روز چهارشنبه دوم آبان در حاشیه اجلاس گروه بریکس در شهر کازان جمهوری تاتارستان فدراسیون روسیه در ادامه تصریح کرد شخصاً تفاهم‌نامه‌های امضا شده با روسیه را دنبال می‌کند. او گفت که روابط ایران و روسیه راهبردی اجتناب‌ناپذیر و برای دو کشور مفید است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه نیز در این دیدار تصریح کرد که تقویت همکاری‌های اقتصادی و تجاری با جمهوری اسلامی از اولویت‌های کرملین است. او مشخصاً به تفاهم‌نامه‌های امضا شده میان مسکو و تهران برای توسعه زیرساخت‌های ریلی، نیروگاه‌های هسته‌ای جدید و تجارت آزاد ایران و اوراسیا اشاره کرد. پوتین تصریح کرد می‌خواهم تأکید کنم که رویکردهای تهران و مسکو در دستور کار جهانی
کما بیش مشابه یا یکسان است. هر دو کشور مایل به ایجاد یک نظم جهانی چند قطبی عادلانه، احترام به هنجارهای بین المللی و حفظ محوریت نقش سازمان ملل متحد در روابط جهانی است. طی دو سال گذشته ارسال گسترده پهپادهای جمهوری اسلامی به روسیه برای استفاده در جنگ اوکراین انتقادهای تند غرب را برانگیخته و تحریم‌های علیه ایران به همراه داشته است. تهاجم نظامی روسیه به اوکراین همچنین منجر به تحریم‌های سخت غرب علیه این کشور شده است. شرکت‌های روسی به رغم امضای ده‌ها تفاهم‌نامه برای توسعه پروژه‌های انرژی، زیرساخت‌های ریلی و غیره، تاکنون اقدام به نهایی کردن این تفاهم‌نامه‌ها و امضای قرارداد نکردند. پزشکیان همچنین با شی جین پینگ همتای چینی خود دیدار کرد. مسعود پزشکیان روز چهارشنبه دوم آبان 1403 در دیدار با شی جین پینگ، رهبر حزب کمونیست چین، گفت: من شخصا بر گسترش روابط با چین نظارت دارم و به همکارانم در رفع موانع احتمالی کمک خواهم کرد. به گزارش ایرنا در این دیدار که در حاشیه اجلاس بریکس برگزار شد، پزشکیان ضمن برشمردن چین به عنوان مهمترین شریک تجاری ایران گفت: ارتباطات ما باید بر اساس یک برنامه مشخص و در چارچوب کمیسیون مشترک همکاری‌های اقتصادی با هدف برد برد دنبال شود. این نوع تعامل به تعمیق مناسبات منجر خواهد شد. در این دیدار رهبر حزب کمونیست چین نیز بر تقویت روابط و اعتماد متقابل تاکید کرد و گفت: روابط دوستانه با ایران برای ما ارزشمند است و آماده ایم با طرف ایرانی از منافع مشترک دو کشور دفاع کنیم. این نخستین ملاقات ماست و معتقدم می توانیم همکاری ها و روابط فیمابین را گسترش دهیم. پزشکیان همچنین درباره دیدار با نخست وزیر هند ناندرا مودی نوشت: درباره لزوم گسترش همکاری‌های دو کشور ایران و هند با هدف ایجاد رفاه و امنیت برای دو کشور و منطقه، همچنین ایده ایجاد یک شبکه ارتباطی میان کشورهای منطقه توافقات خوبی داشتیم که نتیجه آن در اقتصاد دو کشور نمایان خواهد شد. پزشکیان که برای شرکت در اجلاس بریکس راهی تاتارستان شده است، روز چهارشنبه دوم آبان 1403 در آغاز سخنرانی خود با اشاره به عملیات نظامی اسرائیل علیه گروه‌های موسوم به محور مقاومت در لبنان و فلسطین گفت: جمهوری اسلامی ایران در ارتباط با تحولات فلسطین و لبنان خواستار آتش‌بس فوری و دائمی، عقب نشینی کامل نظامیان رژیم اشغالگر از مناطق تحت اشغال و امدادرسانی فوری به مردم غزه و آوارگان لبنان است. او با بیان اینکه نسل کنونی و آینده میزان موفقیت بریکس را با اعداد و ارقام و سطح توسعه یافتگی و تحول در رشد شاخص‌های اقتصادی خواهند سنجید، 5 پیشنهاد مطرح کرد. پزشکیان از کشورهای عضو درخواست کرد در سال آینده مسائل اقتصادی و مالی را در اولویت قرار دهند. او با اشاره به اینکه ایالات متحده بیش از 3 برابر بیشتر از 1 دهه قبل مبادرت به اعمال تحریم علیه سایر کشورهای جهان کرده است، از اعضای بریکس خواست گام‌های عملی و حساب شده علیه تحریم‌ها بردارند، به طوری که در آینده هیچ کشوری جرأت و توان تحریم دیگران را نداشته باشد. این سخنان پزشکیان در حالی مطرح شده است که روسیه به عنوان یکی از بنیانگذاران اصلی بریکس خود این روزها درگیر تحریم‌های بین‌المللی به دلیل تهاجم به خاک اوکراین است. پزشکیان با اشاره به نقش دلار در مبادلات تجاری جهان گفت: دنیا بریکس را با هدف تلاش برای کاستن از قدرت دلار و افزایش مبادلات با پول‌های ملی می‌شناسد. این اقدامات به همراه راه‌اندازی و استفاده از ارزهای دیجیتال و بستر‌سازی برای استفاده از سازوکارها و فناوری‌های جدید مالی نظیر پیام‌رسان‌ها در راستای اهداف اصلی بریکس است.
جمهوری اسلامی بارها وعده حذف دلار از مبادلات تجاری خود را داده است. در آخرین مورد، محمد رضا فرزین، رئیس کل بانک مرکزی، در اردیبهشت 1403 پیش از مرگ ابراهیم رئیسی و در دولت قبلی وعده داد با قید فوریت و به زودی ریال آفشور بین ایران و روسیه عملیاتی خواهد شد. موضوعی که دستکم از سال 1401 در چندین همایش و نشست وعده آن داده شده بود. در اسناد رسمی هم طی سالهای گذشته تنها نام دلار حذف و با یورو جایگزین شده است، اما همچنان مبنای محاسبات دلار باقی مانده است. پزشکیان در ادامه با اشاره به مانع تراشی کشورهای شمال در دستیابی کشورهای جنوبی به فناوری‌های نوین، خواهان تشریک مساعی و مبادله اطلاعات اعضای بریکس در زمینه فناوری‌های نوین شد. در پایان، رئیس دولت 14 جمهوری اسلامی با اشاره به تأسیس بانک توسعه نوین از سوی اعضای بریکس گفت که جمهوری اسلامی آمادگی دارد با این بانک همکاری‌های تنگاتنگی داشته باشد. او افزود بانک توسعه نوین و صندوق اندوخته احتیاطی باید مسئولیت بیشتری در تأمین مالی پروژه‌های کشورهای عضو و مقابله با ناترازی‌های پرداخت‌ها بر عهده بگیرد. 16 نشست بریکس با حضور 36 کشور و 6 سازمان بین المللی از روز 2 آبان 1403 در شهر کازان جمهوری تاتارستان آغاز به کار کرده است. رؤسای هیئت‌های کشورهای عضو شامل روسیه، برزیل، هند، چین، آفریقای جنوبی، مصر، امارات متحده عربی، اتیوپی و جمهوری اسلامی در این نشست حضور دارند. کنفرانس بین‌المللی برای لبنان روز پنجشنبه 3 آبان در پاریس آغاز به کار کرد که هدف آن جلب کمک‌های نظامی و بشر دوستانه برای کشور جنگ زده لبنان است. آسوشیتد پرس اشاره کرد که درگیری میان نیروهای حزب الله تحت حمایت جمهوری اسلامی و اسرائیل باعث آوارگی 1,000,000 تن، کشته شدن بیش از 2500 تن و تشدید بحران اقتصادی لبنان شده است. به گزارش این خبرگزاری، کنفرانس روز پنجشنبه با حضور وزرا و مقامات بیش از 70 کشور و سازمان بین المللی از جمله اتحادیه اروپا و شرکای منطقه‌ای آغاز به کار کرد. پیش از این دفتر ریاست جمهوری فرانسه اعلام کرده بود که نجیب میقاتی، نخست وزیر موقت لبنان که روز چهارشنبه 2 آبان با امانوئل مکرون دیدار کرد، در این کنفرانس شرکت خواهد کرد. برگزار کنندگان نشست ابراز امیدواری کردند که کمک‌های مالی پیش‌بینی شده برای کمک‌های بشردوستانه درخواست سازمان ملل برای بودجه 426 میلیون دلاری که به طور فوری برای لبنان مورد نیاز است برآورده کند. در همین ارتباط، امانوئل مکرون، رئیس جمهوری فرانسه، روز پنجشنبه 3 آبان بار دیگر خواستار آتش بس در لبنان شد و افزود از اینکه ایران با همراهی حزب الله علیه اسرائیل درگیر شده متاسف است و همچنین از عملیات اسرائیل در جنوب این کشور انتقاد می کند. او با اعلام این موضوع در یک کنفرانس بین المللی در پاریس گفت که فرانسه بسته کمکی 100 میلیون یورویی معادل 108 میلیون دلاری برای حمایت از لبنان ارائه خواهد کرد. آقای مکرون افزود در آینده نزدیک کمک‌های گسترده به مردم لبنان برای صدها هزار تن که به دلیل جنگ آواره شدند و هم برای مناطقی که پذیرای آنها هستند مورد نیاز خواهد بود. نجیب میقاتی، نخست وزیر موقت لبنان که در کنفرانسی در پاریس سخن می گفت، اعلام کرد که کشورش برای تقویت و گسترش ارتش ملی و بازسازی زیرساخت‌های ویران شده به حمایت بین‌المللی نیاز دارد. میقاتی گفت دولت لبنان تصمیم گرفته است که نیروهای نظامی بیشتری را جذب کند و میتواند 8000 سرباز را به عنوان بخشی از طرح اجرای آتش بس و قطعنامه شورای امنیت سازمان ملل متحد در جنوب کشور مستقر کند.